درخواست آمریکا از پاکستان برای وادار کردن طالبان به گفتگوهای میان افغانان. سفارت آمریکا در اسلام آباد اعلام کرده که زلمه خلیلزاد فرستادی ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار کرده است و در این دیدار آقای خلیلزاد بر آغاز گفتگوهای بین افغانی تاکید کرده و از رئیس ستاد ارتش آن کشور خواسته است تا طالبان را به گفتگوهای بین افغانی وادار سازند و همچنان دو طرف موفقیت برقراری آتش بس در روزهای عید، رهایی زندانیان و کاهش خشونت‌ها در افغانستان را به بررسی گرفتند. در این دیدار آقای خلیلزاد از نقش پاکستان در روند صلح افغانستان نیز استقبال کرده. اما اینکه چرا هنوز هم آمریکا بر روند صلح افغانستان از آینک پاکستان می‌بیند و آیا اسلام آباد می‌تواند طالبان را به گفتگوهای بین افغانی وادار سازد، در برنامه عصر امروز به سوی صلح بحث می‌کنیم. من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان محب الله صمیم، والی پیشین پکتیکا، رئیس عبدالخالق نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان و حمید الله بیک نماینده مردم سرپل در مجلس اینجا با من حضور دارند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. والی صاحب، فکر کوید ولی تروس پور آمریکا د پاکستان د عینک نه د افغانستان سولی ته ګوري؟ سلام تاسو ته او محترم وکیل صاحبانو ته او ټولو لیدونکو ته. تاسو ته پوښتنه په رابطه باید ووایم چې د افغانستان جګړه ټوله دنیا هم ورباندې پوهېږي، د افغانستان ولس هم ټول ورباندې پوهېږي چې له کوم ځایه تمویلې ده او دا جګړه چا په لاره اچولې وه. د دې جګړې لوی عامل د پاکستان استخبارات و او غوښتل یې دلته جګړه ګرمه وساتي. خو له نیکه مرغه په وروستیو کې جهان هم دا ټکی پیدا کړو، دا واقعیت پیدا کړو، په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو هم دا واقعیت درک کړو او دغه واقعیت ته په کتو سره یې مستقیما له طالبانو سره خبرې شروع کړې او څو ځله یې پاکستان مستقیما یا غیر مستقیم تهدید کو او دا یې ورته وپهمولی چې موږ پوهېږو چې په افغانستان کې جګړه څوک ګرمه ساتي او د جګړې لپاره یې څوک تمویلوي. نو دا هغه څه دي چې امریکا دا درک کړې ده چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو مهم رول د پاکستان ده. نو دلته داسې که زه داسې عبارت وکاروم چې امریکا له پاکستان سره په دې رابطه باندې مخامخ خبرې کوي او ورته وایي چې نور په افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسیږي. یعنې دا دې معنی ممکن ونه لري چې د پاکستان له عینکو ورته وګوري، ممکن د دې معنی ولري چې پاکستان وهڅوي، پاکستان نور هم پوه کړي چې نور دا جګړه باید پای ته ورسیږي او دوی مثبت رول ادا کړي د جګړې په ختمولو کې. او دا طبیعي خبره ده چې د پاکستان استخبارات، د پاکستان نظامي حکومت په طالبانو باندې تاثیر لري او هلته یې پاملونه دي طالبانو، هلته یې کورونه دي، هلته یې د تمویل منابع دي. د دې لپاره چې هغه منابع وچې کړي او همداراز طالبانو ته وپهموي چې تاسې که سوله ونه کړئ دلته به له مشکل سره مخ شئ. او دا بیخي ممکنه ده چې کله امریکایان په پاکستان باندې دا فشار وارد کړي دلته سوله هم ممکنه ده او دلته به بیا تاوتریخوالی هم کم شي. ډېره مننه آقای رئیس. دیدگاه شما چی است در مورد سفر آقای خلیلزاد به پاکستان و دیدارش با رئیس ستاد ارتش، مخصوصا این که آقای خلیلزاد از رئیس ستاد ارتش پاکستان خواسته که طالبان را وادار به گفتگوهای بین افغانی بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بین نستهین و یوزه والی صاحب و بیگ صاحب شما و بینندگان تلویزیون سلام میگم برشون. دقیق است که خوب است که امریکایی ها جایی را که طالبان در اوجا مرکز داره یا از اوجا اکمال میشن، واقعا کشور پاکستان هم ما همیشه سرش گفتیم برای امریکایی ها، برای جهانی ها که واقعا از امو جایی ها اکمال میشه. خوب است که همی پروتکل را که مثلا کتی طالبا کد امریکایی ها اگه در قدم اول باید که حکومت پاکستان میکردن که یعنی مرکز های از وجه قطع میشد، کمک به جا صورت نمیگرفت، ما اوقات میتونستیم که زود در صلح برسیم. ولی حالی هم خوب است که پاکستان خوب فشار بدن که مرکز های از را قید کنه، تعلیم جایی که تعلیم میبینه طالبا اونجا را قید کنن، اونجا تربیه میشه، بار از ما میتونیم زودتر در صلح برسیم. اگر ما نتانیم که
سر پاکستان فشار بیاریم و طالبان را به هر شاخه شما میبینین که اوسو پروتکل کردن که ما دیگه خشونت کمتر میکنیم اما هر روز خشونت زیافتر شده رئیس ایسو انفجارها را شما دیدین که در جلال آباد و ایسو مولوی صاحب بزرگ شهید کردن اینمیار شما میبینین جنگ در مزار یا چیزایی بوده که طالبان دمو تعودش دمو یک دسته بودنشان نبوده شاید یک دسته سل بکنه و دسته دیگهش جنگ شروع بکنه او چیزی که رئیس در اعلامی سفارت آمریکا در پاکستان آمده اوجه گفته شده که ارزیابی کردن مسئله آتش بس سه روزه کاهش خشونت ها و حداقل آنچه که در مورد سل جریان داره آمریکا به یک نحو راضی است از این وضعیت که حال در افغانستان جریان داره مخصوصا کاهش خشونت ها دقیق شما ببینید که آمریکایی‌ها یعنی خودش از سول راضی است مردم افغانستان از سول راضی نیست شما ببینید روزی که اینا آتش بس کرده شاید در جان قوای آمریکایی‌ها حمله نکرده باشه اما ما می‌بینیم در هر ماه 100 200 نفر از پلیس اردو و مردم ملکی کشته میشه شهید میشه این چیزایی است که این آسیب مردم افغانستان می‌بینه چی خوب است که همیشه هم آمریکایی‌ها یک سول روشن و واضح در برابر مردم افغانستان داشته باشه که هم سر پاکستان فشار بیاره و هم سر طالبان فشار بیاره که در قدم اول باید آتش بس شود زمان ما بتونیم که آتش شما ببین در روزای آتش بس بود مردم افغانستان بسیار از این راضی بودند اما تا زمانی که آتش بس نه من فکر نکنم که داستانی صلح در افغانستان بیاد سپاسگزارم آقای بخوب ولی ما دیدیم حداقل آتش بس را و شاید از این هستیم که آمریکایی ها مستقیما با طالبان وارد مذاکره شدند طالبان به نحوی وانمود میکنند مستقل هستند در آنچه در مورد صلح تصمیم میگیره فکر میکنین با وجودی هم چرا هنوز هم آمریکایی ها کوشش میکنند پاکستان را یک ذل قوی گفتگوهای صلح در افغانستان نشان بده بر مردم بسم الله الرحمن الرحیم به اجازه میهمانان عزیز ما جناب والی صاحب و وکیل صاحب و به اجازه شما البته امریکا خو در صدد است که از کدام شیوه بتونه که صلح به افغانستان بیاره مگر ما گپ والی صاحب تایید میکنم امروز نه بلکه 40 سال میشه پاکستان در از 1357 به ایسو اینا دخیل جنگ استخباراتی جنگ نیابتی در افغانستان هستند اینا همیشه تلاش کردند که باید در خاک افغانستان حاکمیت و نفوذ خود داشته باشند ما شاهدش هستیم همین روز هم هستیم دیروز هم بودیم پردام بودیم به خاطر از اینکه اگر پاکستان در حقیقت خواسته باشه که صلح بر افغانستان پایدار بسازه صلح بیه ما باور دارم با او گپ که پاکستان زیر فشار بگیره طالبان را سرادایش بند کنه خانه های رهبرایش از خاک افغانستان بیرون بکشه از اونجا تمویل نکنه ما باور دارم به صلح آمدنش چرا که امروز ما شاهد دیگری هستیم که در خاک افغانستان بل خصوص فعلا در شمال پاکستان عملا درگیر است با قوه مسلح ما هر روزه دستگیر میشن کشته میشن که رفته تلاشی میشه میبینه که از جیبش کارت پاکستانی میبره این ما ایره شاهدش هستیم و دیگه در قسمت امریکا که گفتین امریکا اگر خواسته باشه ملت افغانستان از این بدبختی ها بکشن ما باور دارم که در مدت یک ماه جنگ خاتمه میته چرا خاتمه میته چرا که قبلا ما شاهدش بودیم در 1380 وقتی جامعه جهانی به افغانستان آمد و سرکوب القاعده و طالب شما همه گی افغانستان شاهد بود جامعه جهانی شاهد بود که در مدت 20 روز طالبان را از این سنه جنگ بیخی کشید از سنه بیخی سیاست کشیده بود این باعث بعد از دو سال بازم آیستا از طرف استخباراتی ها بازم تمویل شد به فکر افتادن که بازم در افغانستان جنگ شعلاور بسازن یعنی شما میگین امریکایی ها راضی هستند به جنگ که جریان داره اگر بخواین میتونن که کنترل بکنن دقیقاً خب بس قسم دیگه است آقای بیگ اون زمانی که امریکایی ها تانست طالبان را شکست بده خب دیدگاه طالبایی است که روحیشان ضعیف شد به یک بارگی بالای اینا ابر قدرت جهان و حداقل شما شاید هستین چلو چند کشور حمله کردو باعث شد که اینا شکست بخورن ولی وضعیت قسم دیگه است شما شاید هستین که آمریکایی ها با می بزرگیش میره به طالبا زانو میزنه و با اونا گفتگو میکنه ما اینطور گفته نیستم که طالبا دست نشانده خود شاید آمریکا باشن یک تعداد از دولت هایی است که اینا رو در 40 سال
حمایت کرده آمدن از نگاه مالی و از نگاه معنویشان. اگر اینا آمین نداشته باشند، ما باور دارم که قوه مصالحه ما اینقدر قوی است اینا را به مدت 20 روز یک ماه اینا را از سنه سیاست بالا میکنه. خب شک نیست امیداره این جنگ بدون آمین نمیشه. ولی فکر نمیکنین شاید آمین هم خود آمریکایی ها نباشند به خاطر که اونا قربانی میتن خودشان اینجا عملا؟ قربانی که دادن درست است، قربانی که دادن سیاست خودش با هدفشان که برسه قربانی خود میتن. چرا که امریکا باید در صدد از این باشه که آمی از این رقی پیدا بکنن. اصلی آمی از این کی است؟ امی آمی طالبا که در افغانستان میجنگه، القاعده میجنگه، امروز تروریست ها که پایگاه برای خود جور کردن، این امریکا بیخی دقیق میفهمه. یه دقیق میفهمم آمی از اینا کی است خیلی؟ ما مقصر امریکا را میدانیم. آقای سمیم هم گفتن، آقای رئیس هم که آمی اصلی پاکستان است تا خود ای که امریکایی هاست. دقیقا پاکستان آمی است. مگم آمی کلانش امریکاست. ایرا باور داریم به این گپ. خاورمیانه است. مثل که سعودی، قطر، امارات، اینا تمویل کننده امی بخش بوده. همینا بودن که از نگاه پولی و سلا و وسایل اینا کمک کردن. ما در وقتی که طالبان حاکمیت پیدا کرده بود تقریبا 90% خاک افغانستان به دست تصرف خود آورده بودن. ما شاهد بیخی عربا بودیم در ولایت های ما، شاهد پاکستانیا بودیم، شاهد چچین و ویغوریا بودیم. اینا بودن در صحنه جنگ با اینا میرفتن در مقابل مقامات جنگ میکردن. سپاسگزار سمیم سب اوس خغلی خلیلزاد د پاکستان مننه کړی چې د دو نقش مثبت تو د افغانستان د سولې په مورد او دائم ویلی چې لا د دا ګامونه کوټلی کې فکر کوئ تر اوسه پورې پاکستان سم لوبېدلی د سولې په نفه لوبېدلی؟ یو خو ډاکټر صاحب خلیلزاد د افغانستان له وضعیت څخه هم ډېر ښه معلومات لري، له پاکستان نه هم کاملا معلومات لري، ځکه ډاکټر صاحب خلیلزاد په دې 40 کاله کې د افغانستان مسایل ډېر له نږدې تعقیب کړي دي او په هر څه پوهېږي. دا چې له پاکستان نه یې په دغه زماني مقطع کې مننه کړې ده، هغه په دې پوه شوی ده چې په دغه د اختر په ورځو کې په اوربند کې چې طالبانو ومانو یا یې اوربند وکړو، په دې کې د پاکستان د آی اس آی او د استخباراتو لاس و، نو ممکن په دې رابطه یې ورڅخه مننه کړې وي. طالبان ځینې مجبوریتونه لري او د هغو مجبوریتونو په اساس باندې د هغوی خبرې ته غوږ نیسي. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هغه ځینې مجبوریتونه ایسته، نو ډاکټر صاحب خلیلزاد دا واقعیت درک کړی ده. دغه واقعیت ته په کتو سره یې په نرمه لهجه باندې دغه مننه کړې ده. یو دمه اخلو، انشاءالله نور پوښتنې سته، بیا ځواب راکړئ. لنډه دمه لرو. د خبرونې پاتې برخه والي صاحب غواړم په لنډو کې ځواب کړئ. د تاسو د خبرو په دوام، طالبان وایي دوی مستقلانه عمل کوي د سولې او د جنګ په مورد کې، دونه وایي اوسۍ د دو د مشرانو کورونه ستا په پاکستان کې دوی اړیکې ورسره لري دا نه ردی، ولې وایي چې د افغانستان په مورد کې د جګړې او د سولې په مورد کې دوی دې تصمیم نیسي؟ دا جګړه دونه عادي جګړه نه ده چې سړی داسې فکر وکړي چې نو ګواکې طالبان هم مستقل عمل کوي او دغه خاطر افغانستان حکومت هم مستقل عمل کوي. دا بیخي غیر ممکن ده، ځکه جګړه ډیره پیچلې سوه، ډیره اوږده سوه، او دغسې اوږده او پیچلې جګړه بې له بهرني تمویل نه غیر ممکن ده. تاسو وګورئ زموږ امنیتي ځواکونه باوجود دې چې د ملت له متنه راولاړ شوي دي، د خاورې بچان دي، دلته روزل سوي دي، روزل کیږي، دا په یو ډېر ګذاب قیامتو په امکاناتو باندې دا وروزل سول، او اوس هم د بهرنیو هیوادونو لخوا تمویلیږي چې موږ دلته لازمه بولو مننه وکړو له جهانیانو نه چې زموږ اردو زموږ امنیتي ځواکونه تمویلوي او تمویل یې کړو، جوړ یې کړو. نو همداراز مقابل لوری چې جګړه کوي، دا غیر ممکنه ده چې د خلکو نه په اوشر اخیستلو چې هغه هم اوس په کلیو په بانډو کې چندان اوشر هم پاته نه ده، چندان شایسته هم نه چې اوس موږ وایو چې دوی په هغو امکاناتو باندې جګړه کوي. دې جګړې تر شا لوی لاسونه دي او هغه له هیچا پټ نه دي، هغه بربند لاسونه دي. خو اوس تر ټولو مهمه دا ده چې که موږ مثبت دغه وضعیت وارزوو، یعنې مثبت فکر پرې وکړو، هغه دا ده چې اوس د سولې لپاره ښه فرصت په لاس راغلی. له دغه فرصت نه باید افغانان هم د افغانستان حکومت او خلک او هم طالبان
عظیمه ګټه پورته کی دغه فرصت باید ضایع نکو خو فرصت راغلی ده ځکه نن هغه جهانی اجماع هم د سولې لپاره په افغانستان کې جوړه ده چې په راس کې د امریکا متحده ایالات دي هغوی هم دې نتیجې ته رسېدلې دي چې نور په افغانستان کې باید سوله راسي که سوله را نسی دا جنگ به بیا مهر کېدلی غیر ممکن وي همداراز په سیمه ییزه کچه باندې هم اجماع موجوده ده تاسو وینئ د موږ په ګاونډ کې اکثریت هیوادونه اوس دې نتیجې ته رسېدلي چې په افغانستان کې باید سوله راسي حتی پاکستان یعنې پاکستان په دې خاطر نه چې هغه زموږ له غمه دې نتیجې ته رسېدلی وي چې تو د افغانان ښه ژوند وکړي هغوی خپلې ګټې دي ممکن تر ننه پورې ګټې په دې کې وي چې دوی دا جګړه وغځوي دوی یې تمویل کړي او موږ ورباندې ووژني او ممکن نن یې ګټه په دې کې وي چې دا جګړه پای ته ورسوي ځکه هغوی همیشه خپلې ګټې تعقیبوي او د خپلو ګټو لپاره هر قدم اخلي ولې یو دید دا ده والي صاحب چې د پاکستان په ګټه یو ضعیف افغانستان په سیمه کې اړین ده او ضعیف افغانستان هغه وخت کیدای سي چې دلته جګړه واوسي نو به فکر نه کوي لا به هم دوی نه غواړي چې سوله واوسي ځکه سیاست دوه مخه لري یو مخې که رښتیا وایي بیا شاته یې حداقل یو مخ دروغ هم شته په دغه زماني مقطع کې چې د امریکا متحده ایالات او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي هغوی ټول دې ته متوجه شوي دي چې د جګړې یوازنی او جدي عامل په افغانستان کې پاکستان ده نو دغه سوال ته په دغه زماني مقطع کې باید پاکستان داسې جواب ووایي چې له دغه مشکل نه ځان وباسي یعنې دی به اوس ګټه په دې کې وبولي ممکن له جهان نه په دې رابطه باندې مرستې هم ترلاسه ممکن له جهان سره دوی ښه ډیپلوماسي هم غوره کړي یعنی که دلته د څه وخت لپاره جګړه درېږي او سوله راځي ممکن دی درې چنده څلور چنده ګټه پورته کړي له دغه وضعیت نه ځکه دی همیشه پاکستان د دې لپاره جګړه کوي په افغانستان کې د دې لپاره یې دا مشکل ایجاد کړی دی چې د امتیاز پرې واخلي نن یې بیا د دې وخت رارسېدلی دی دې امتیاز وخت رارسېدلی چې په افغانستان کې جګړه بنده شي سوله راسي ممکن دی ډېر امتیاز ترلاسه سوله راسي که طالبان دغه اوسني حکومت سره ګډ سي اصلا سوله مهمه ده ګوره د سولې لپاره اوس په افغانستان کې ښه بستر جوړ شوی د ډاکټر صبح عبدالله مشري د سولې چې په غاړه یې واخیستله د مصالحې د عالي شورا دلته بهترین بستر جوړ ده یعنی او هلته د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره توافقنامه امضا کړې ده له دغه فرصت نه باید موږ هم عظیمه ګټه پورته کړو موږ باید یو څوک سو نور موږ باید جګړې ته نه ووایو موږ هدف مې هم د افغانستان خلک حکومت او هم طالبان دي چې افغانان کوو در سره ولی صاحب سلامت شي دیدګاه شما موقع رئیسی است کې پاکستان اول نفش در صلح و امنیت است در افغانستان چیزی که آقای ولی برش اشاره کرده دقیق شاید که پاکستان هم دهی فکر غلطی ده باشه که اگر در افغانستان حکومت جور نباشه دقیق در سال خوش دسترش نبود شاید دهی اواخرش دسترش آمده باشه بخاطر از اینکه اگر افغانستان حکومت نداشته باشه این یقین کنید که در پاکستان هم حکومت آرام و جور نخواد بود شاید دهی نتیجه رسیده باشه که یک حکومت در افغانستان بیاید که در دلخواه خودشان باشه که دیگه در نفشان باشه و این سو هم امریکایی هم دیدن که از رای جنگ چیزی در دست نامد و حکومت ما هم نتانست که او چیزی که امریکا میخواست یعنی اون نظام را که او میخواست نتانست که او تیگ حکومت را ساخته بتانه من فکر میکنم که هم حال پاکستانی ها دست دیدی است که باید یک صلح بیاید و هم امریکا هم از جنگ شاید خسته شده باشه بالاخره آمده شده باشه که باید بره طرف کشورشان من فکر میکنم که اگر خوبتر یعنی سر پاکستانی ها فشار آورده شود و پاکستانی هم از این جنگی که مثال گیرم اگر حکومت افغانستان اینا وسو کنه و طالبایی که روی کار بیه او هم شاید بجز برای خود پاکستانی ها درد سر شاید چیزی برایشان مفاده نرسد ولی اینجا گپ فشار هنوز نیست که کسی سر پاکستان فشار وارد بکنه مثلا آقای خلیلزاد نقش پاکستان را ارزنده گفته و حداقل گفته که به عنوان یک دوست استراتژیک آمریکا در منطقه باید همکاری بکنه با او کشور در روند سال من فکر میکنم که امیم یک نوع فشار است همه مردم افغانستان میفهمه که این جنگ همه روز سر ما پاکستانی ها میاره اگر ماین انفجار میکنه
اگر کسی ترور میشه همه را پاکستان میدونه ولی جایی که اونجا درس میخوانن اونجا تعلیم میکنن طبعا سر پاکستان فشار مول است که مردم افغانستان اول چیزی میگه آفتاب در دو انگشت پوت نمیشه ولی من فکر میکنم که حکومت پاکستان هم تعداد زیاد فشار طرفدار ای باشه که یک سوره در افغانستان ده ولی یک تعداد دیگه هم که طرفدار جنگ است من فکر میکنم که جنگ بالاخره در نفع پاکستان هم نخواهد تمام شود. درست. خب باقی بگاله اگر واقعا صحبت های دو تا میمان دیگر را بیم تایید بکنیم که پاکستان به نفعش اگر افغانستان باثبات و آباد است. چرا هنوز هم این کشور به تروریست ها یا به مو طالبا پایگاه میته؟ چرا هنوز هم از داعش حمایت میکنه چیزی که حکومت افغانستان ادعا میکنه و چرا هنوز هم 21 گروه تروریستی دیگر را در کشورش جای داده؟ ما که ایره گفتنیستم پاکستان امی جنگی که فعلا در افغانستان است در مدت 40 سال 42 سال شده به نفع پاکستان بوده از این سود بسیار کلانی را برده که حتی به کره زمین به نام پاکستان کسی نمیشناخت امروز پاکستان یکی از ابرقدرت ها میشناسند حتی سلاح هسته‌ای و اتمی دارند از برکت امی جنگ افغانستان بوده که اونا سود بردن شما ببینید میلیون ها این خانواده افغان مهاجر شد به خاک ازی از می سبب می میلیون ها افغان ما از جامعه جهانی و از دولت های سرمایه‌داری برای مهاجرین ما کمک آمد حتی از این کمک 20% برای مهاجرین رسیده باشه 80% از این به خود نفع دولت پاکستان بوده یک دیگه بس از این که اونا خیلی کوشش میکنه که همیشه افغانستان با شعله آتش داشته باشد جنگ اینجا ادامه پیدا بکنه مگم جامعه جهانی را ما دی باور هستیم جامعه جهانی نمیخواد که همیشه افغانستان داخل آتش جنگ باشن ما یک چیزی را پیشتر گپ شما بسیار گپی خوبی بود که ما افغانا باید دست شویم ما یک دیگر خود را بپذیریم مدت چند روز شد که جو دو جناب بزرگوار ما که دکتر صاحب اشرف غنی یا دکتر صاحب عبدالله یک تفاهم نامه را امضا کردند که مردم آرزوش داشتن بازم ما از اینا تشکری میکنیم که از این چالش بسیار کلان را ما را از این بیغم کردند دیگه ما از این رهبرای سیاسی خود گلمند هستیم دهی باره که چرا شما دست به کار نمیشین ما اولا افغانا باید یک بین خود یک نشستی را داشته باشیم که بین خود ما یک مذاکره داشته باشیم او وقت ما هر دو طرف هم دل ما میسوزه که باید جنگ خاتمه بتیم ما امروز دهی فکر هستیم که باید آتش جنگ خاموش بکنیم مگر خارجی ها هرگز نمیخواید دولت های بیرونی چرا که اینا در مدت 40 سال سرمایه‌داری کردند در مدت 40 سال جنگ های نیابتی بینشان بودن شما ببینید ایران با عربستان همیشه جنگ نیابتیشان همیشه بودن روس با امریکا همیشه جنگ نیابتیشان همیشه بودن دیگران همچنان ایند با پاکستان همیشه جنگشان هستن اینا نمیخواین که هیچ صلح پایدار بیه ما همیره میگم که زلمه خلیزاد در مدت 14 سال آمده من این سوالی دارم از جناب دکتر صاحب زلمه خلیزاد در مدت 14 سال چی دستاوری دارید در باره سو؟ بله. 14 ماه خوب 14 ماه 14 ماه بله در مدت 14 ماه چی دستاوردی داشت شاید قسم بگویه که دستاوردشی است که دیگر طالب آمریکایی را نمیکشه و آمریکایی در امنیت تمام در افغانستان حضور داره دقیقاً ببینید سعی کنین ما اما افغانایی که در قطر جلسه داشتن به خاطر آتش بس بین امریکا و بین طالبا ما از این طالبای خود ما گله داریم بایست یک افغان بایست یک مسلمان تو میای با امریکایی ها صلح میکنی با امریکایی ها آتش بس میکنی با قوی مسلط جنگ اعلان میکنی این خودش وابستگی به استخبارات ها میته این خونه ها مستقل نیستن اگر مستقل باشن اینا صدای مستقلی خود اعلان میکرد میامد بین کابل یا میره به عربستان میره به یک دولت دیگه که تا دلشان اموجا پور بودن اموجا مذاکره افغانی را شروع میکردن میره باور داریم که اینا مستقل نیستن به گپ خود نیستن اینا کسایی هستن که به دستور بیگانه ها میجنگن اینجا و جنگاندن و دیگر را هم آوردن به خاک ما که تا خانه ما را بسوزانن تا سرک ما را خراب بکنن ما بایس یک افغان از دوستایی که بیانیه دادن مثل که استانگزای اعلان کرد گفت که جنگ ما از این لحظه گفت با قوه مثلث تو دیروز میگفتی که ما جنگ ما آمریکایی است جنگ ما با انگلیس است جنگ ما با فرانسه است پس چی شد این مسلمانی جهاد این گپاچه شد پس میای برادر خود در سنگری که است او از عزت وقار ناموس حیثیت مردم افغانستان شب روز پیره میکنه میای در منطقه کونر و نورستان اونا از سرادات
سرزمین افغانستان پشتیبانی میکنه، تو از موج پاکستانی ها را میاری، اینا را با توپ راکت میبندی که تا اینا را شهید بسازی. بله. ما به می خاطر از اینا میگیم که از جناب دکتر صاحب زلمه خلیزاد امیر میگم اگر تو خواسته باشی که واقعا از زیر دل خواسته باشی که صلح افغانستان می ایره، باور دارم با مدت یک ماه تو صلح میاری. خبرون پاتی برخه دلته صمیم سه بوس فکر نکوی داسم نکیږي چې هغه پام اصطلاح او متل دوی بلا الله بلا د گردن ملا اوس دلته ټول استون زمون واچو د پاکستان او د آی اس آی په غاړه. مون خپلم دلته په د اقل یو ملت ژوند کوو، مون خپلم دلته د اقل شعور لرو، لکه ماغ انسان غوندې چې خدای پاکستانای پیدا کړی دلته افغانای پیدا کړی، اوس څه باید وسی چې په د اقل نور نیوکه په پا پاکستان ونسی. خپله د طالبانو موسکه تاسو خبره دقیقې د آی اس آی په لمن کې څه رقم د غود لمن نه راوباسو؟ اصلا د سولې لپاره او د راتلونکي لپاره باید ښه اراده موجوده وي له دواړو طرفو سره، هم د افغانستان له حکومت سره او هم له طالبانو سره. طالبان هم دا فکر نه کوي چې دا جګړه به ټول ژوند دوام کوي او دی به په پښو ولاړي، له ستونزو سره به نه مخ کیږي. طبیعي خبره ده چې جنگ بیا د چا مخ او شا نه ګوري او د هر چا په ضرر ده. نو ښه خبره دا ده چې له دغه فرصت نه ګټه واخلو. تاسو ګورئ ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد د امریکا د ګټو لپاره تاسو وګورئ څونه منډې وکړې او بالاخره هغه خپل هدف یې لاسته راوړ. طالبانو سره توافقنامه امضا کړه، څه چې دوی غوښتل، څه چې طالبانو غوښتل، هغه د نتیجې سره ورسېدل. همداراز د بین الافغاني خبرو لپاره یې یوه ښه دروازه پرانستله او دغه دروازه اوس هم پرانستې پاته ده. د 50,000 بندیانو د خلاصون مسله او په هغه کې تقریبا تر 50 سلنې زیات بندیان خلاص شوي دي، ممکن دا نور هم خلاص. کله چې دا خلاصیږي دستي باید بین الافغاني خبرې پایل سي. کله چې بین الافغاني خبرې پایل شوې دلته به اوربند رامنځته شي او ډېر ټینګار باید په اوربند وي. چې کله اوربند وسو جګړه ودرېده بیا نور مسایل د خبرو له لارې حل کېدای شي او مخته تلای شي. ولې یو بل بحث دلته اوس تاسو د بیګ صاحب خبرو ته اتمن پام ده. طالبان وای دلته مستقله نه دي، دوی خپله هیڅ هم نسي کولای. د سیمې د هیوادو استخبارات دو ته پلان ورکوي، هغوی هغه رقم مخته ځي. فکر نه کوي دونه هم اسانه نه ده چې بین الافغاني خبرې وسي، اوربند وسي او موږ طالبان د اقل ځان سره یو ځای وي. رایز خیار صاحب اوس طالبانو ته بهترین فرصت ده. طالبانو د جهان له یوه هجمن هیواد سره چې هغه امریکا ده، هغه یو یکتاز ابر قدرت ده، له هغه سره یې توافقنامه امضا کړه. د طالب موقف، د طالب اوسنی وضعیت تر پاکستان ډیر لوړ ده. یعنی له دغه حالت نه باید طالب عظیمه ګټه پورته کړي. طالب اوس مستقیما له امریکا سره په تماس کې ده او امریکایان دغه توافقنامه چې له طالبانو سره امضا کړې ده دا ډیر له نږدې څاري او هلته یې د هماهنګي او مرکز په قطر کې جوړ کړی ده. تاسو وګورئ نن د طالب لاستر پاکستان ډیر لوړ ده، له دغه فرصت نه باید ګټه پورته کړي. متاسفانه افغانانو تل هغه څه چې په مشکل او ستونزو ګټلی دي بیا یې په هغه وخت کې چې سیاست وکړي ګټه یې نه ده جنې پورته کړي. زه د افغانستان حکومت هم متوجه کوم، یعنی غږ په کوم، همداراز په طالب باندې هم غږ کوم چې دا یو ښه فرصت ده، دې فرصت نه عظیمه ګټه واخلي. نن موږ هم په ډېر لوړ سټیج کې یو، موږ سره هم ټول جهان همغږی ده، موږ سره هم ټول جهان نن په یوه لار روانه ده او موږ هم په جهان کې که دا جهان د یو کلي په حیث راواخلو موږ هم یو ښه کور یو پکې چې له دغه فرصت نه باید ګټه واخلو تر څو په افغانستان کې سوله امن راولو، ثبات راولو. په هغه وخت کې بیا موږ کولای شو یو قوي افغانستان جوړ کړو. د پتن جګړې ځپلي یو، په جګړه کې یو او دا نه یوازې چې پاکستانی استخبارات دلته د موږ د پاشلو لپاره کار کوي، د سیمې استخبارات نور هم دلته شته چې په افغانستان کې د بې اتفاقۍ لپاره، د لریوالي لپاره عملاً کار کوي او د هغوی ګټې په دې کې دي متاسفانه. او نن دا یو بې دروازې کور ده او هر څوک کولای شي چې دلته داخل شي او په خپل نفع باندې
دلته هر چا نه ګټه واخلي، نو که خدای وکړي او سوله راسي، امن راسي، ولدی فرصت نه خای استفاده وکړو، بیا موږ د راتلونکي لپاره یو قوي افغانستان جوړوای شو، یو بایزت افغانستان جوړوای شو، په پخو ولاړ افغانستان جوړوای شو، چې خپل ذات نه به هم خیر ورسو او نور ته به شر نه رسو. ځکه که موږ خپلې دروازې، موږ خپل کور منظم جوړ کړو، خپله به هم په امن کې یو، بل څوک به هم راچې متضرر نه وي. ډېره مننه. رئیس، خب یک چیزی را که آقای خلیلزاد صحبت کرده با طرف پاکستانی، آغاز گفتگوهای بین الافغانی است که باید حداقل طالبان وادار شود، ولی این طرف حکومت افغانستان چقدر آماده است برای اینکه بره به گفتگوهای بین الافغانی؟ حکومت افغانستان خود در قدم اول باید صدا میزنم برای رئیس جمهور ما که اشرف غنی است، در قدم اول خامی مشکل خود باید حل بسازه. آدم اگر در جنگ هم میره باید یک خود مجهز باید بسازه. اگر در صلح هم بیره باید خود آدم مجهز بسازه. شما ببینید تقریبا 3 ماه 4 ماه میشه که نتایج انتخابات اعلان شد. بنبست سیاسی بود. پارلمان و شخصیت های افغانستان همه مداخله کردن، بالاخره یک نتیجه خوب در دست آمده. و حالا ببینید 1 ماه 2 ماه شد تا هنوز وزیر معرفی نمیشه در پارلمان. تا هنوز وزیر در وزارت ها نیست. در قدم اول باید خود جور کنه حکومت ما، بعد از اون میتونه که سیاسین افغانستان همه را جمع کنه، باز کتی پاکستانی است، کتی امریکایی است، کتی هر کشور میتونه که با دلایل خوب پیشنهاد کنه، اوقات ما میتونیم که با یک تیم خوب وارد صلح شویم، اوقات نتیجه خوب در دست میاریم. یعنی هنوز آماده نیست فکر میکنین برای رفتن به گفتگوهای؟ بله، حالا شما ببینید قرنطین، قرنطین است، مردم افغانستان در مشکلات است، اما دنیا در مشکلات است. شما ببینید این طالب که با همه پراگندگی هایش اونا میتونه در اولسوالی زود مشکل مردم حل کنه، اما ما یگانه کسی که با طالب جنگیده که طالب، یعنی ما جانب مقابل شاید ما باشیم که 40 سال است مبارزه داریم، 20 سال است که طالب، اما ما قرنطین، وزیر در وزارت نی، رئیس در ریاست نی، مشکل زیاف خود ما داریم. وقتی که مشکل مردم ما حل نشه، این یقین کنین که مردم با روز به روز صفه دشمن میره، دشمن قوی میشه. ما وقت پیشنهاد ما بر رئیس صاحب جمهوری است که همه گپ خود او سبانن. آدم نباید ترس بخوره. اگر رئیس جمهور از وکیل از وزیر از هر کسی که باشه، بشیند از آنوز نده برابر مردم خود، مشکل مردم خود بشنوه. او قاید ما میتونیم که زودتر هم جابه پاکستانی را بتیم، هم جواب طالب را بتیم و هم قناعت امریکایی را حاصل بکنیم. اینمی حالی شما ببینید، ما خودم به صفت یک وکیل مردم، هزارا مشکل مردم هست، ما ایران مانیم در برابر مردم چی جواب بتیم. چه خواستایی که با ما مشکل مردم هست بانم، بگویم من میشینم زانو زده کتی پاکستانی سلام میارم. در قدم اول باید هم قرنطین مراحت شوه، ولی وزیر، مسئولین دولت، رئیس جمهور همه گوش کنه که مردم افغانستان چی مشکل داره. تا ما مشکل داخلی خود حل نکنیم، من فکر نکنم که نه طالب، شما بینید که طالب حال بسیار با یک روی عالی پیش رفته رایست. او عسکر بیچاره گشنه که دو سنگر ششته. اگر ما میالی از مزار صحبت کنم، بریم ما وزیر صاحب یافتنه میتونم که بگویم او وزیر صاحب داخله، او وزیر صاحب دفاع، عسکر دفلان جای پوسته تنها مانده، پوسته را طالب میگیره، دشمن میگیره. یک نوع بیرویگی نمیاله به نیروهای میجنگیدگی ماست. ما امیدوار هستیم که در قدم اول دولت ما خوب خود بسازن، تلاش کنن به زود، نه به 2-3 ماه و به 4 ماه، به می هفته خود بسازن، جور کنن، بعد از زانو زده بشن به صلح. ما فکر کنم که خودشان با خود پشت دروازه های ما که بیاین صلح کنین. مگم زمانی که ما اشکم گوش نباشه و هر روز هم مردم ما بمره و او عسکر بیچاره هم در صف جنگ آیا بگه چطور میشه زندگی ما، ما فکر کنم که یک نوع بیرویگی هم برای مردم ما پیدا شده، هم برای او آفرینی برای اون نیرویی که میجنگه. تشکر. خب یک بحث دیگه هم هست آقای بگبرزی که ما بریم به گفتگوهای بین الافغانی. شورای عالی مصالحه که ایجاد شده از طرف رئیس جمهور غنی به رهبری آقای عبدالله، این رهبری کننده حداقل گفتگوهای صلح هست با طالبان، ولی شما میبینید هنوز شورا تکمیل نشده، هنوز 3 تا معاونش مشخص نیست، هنوز اعضای رهبری و منشوری که به اساس از او پیش بره معلوم نیست. فکر میکنید چرا باید اینقدر به برنامگی باشد؟ دلیلش چی است؟ دلیلش همیست خو، ایره همه گیمه و شما میدانیم، دلیلش یکیست خو
بین خودشان اینا یک امانگی ندارن. امی دولت خود ما که پیشتر جناب وکیل صاحب عبدالخالق خان گفتن که ما مدت 3-4 ماه 5 ماه که بعد از انتخابات ما چالش های سر کلانی را بودیم. جناب رئیس صاحب جمهور یا جناب دکتر صاحب عبدالله همی حالی اردویشان در این تفاهم نامه ای که رسیده باز هم همی اردویشان در چالش هستن. یکیش میگه که از ما زیادتر باشه وزارت، یکی دیگهش میگه از ما ولایت ما زیادتر باشه، یکیش میگه سفارت ما. ما اگر به این حرکت اگر بریم ما ناکام هستیم. به خاطر از اینکه با یکدیگر خود باور نداشته باشیم، اعتماد نداشته باشیم، هرگز نمیتونیم که به صلح بیاییم. یک مسئله دیگه است که امی شورای مصالحه ملی که ایجاد شد و یک تعداد دوستای ما را ما نمیگیم که نگیرن، مگم در اینجا باید شخصیت هایی باشن که از نفوس خوبی برخوردار باشن، از نفوس در بین از اونها تا نفوس برخوردار باشن که اونا میتونن با بسیار روی عالی میتونن که اونا را دعوت بکنن بیا بگه که ما امروز دیگه ما که 20 سال یا 18 سال است که می جنگیم هیچ دستاوردی هم نداریم غیر دستاورد کشتار، سوختاندن، تخریبات، همین دیگه چیزی را ما دستاورد نداریم در حقیقتش. میتونه که همین شخصیت های که از علمای کرام باشه، متنفذین بسیار با نفوذ قوی باشه، وکلای با عزت افغانستان باشه که در بین از اینا اینطور وکیلایی را در پارلمان دارین که یک عمر در شورای صلح کار کردن، در بیرون کار کردن، در مقامت بودن، اینا میتونن از شیوه های مختلف اونا را راضی بسازن تا بیارن در میز مذاکره. نمیتونن که یک تعداد کسایی را که با نام مصالحه در شورای تصمیم گیری مصالحه ملی گرفتن، ما باور دارم که اینا از وضعشان نیست که با اونا بشینن که اونا قبول بکنه اینا رو. امیار هم قبول نداره، دیگه قبول نداره. مذاکره کننده است که حکومت افغانستان تعیین کرده، میگن اینا نمیتونن نمایندگی درست بکنن از حکومت افغانستان. دقیقاً ما یک تعداد زیر میفهم که دقیقاً نمیتونن و اونا جان مقابل اینا رو قبول ندارن. جان مقابل اونا میگه که حتی ما دولت به نام دولت افغانستان نمیشناسم، ما طرف خود میفهمم میگه. حالا ما کسایی رو میگیم که مثل که بزرگای ما در افغانستان کم نیست، یعنی دیگه تعداد کسا را بیارن که تا اینا در میز مذاکره با طالبا بشینن اونا را قناعت بتن. از جهادی های بسیار خوب ما داریم، علمای کرام داریم، اونا بشینن اونا را قناعت بتن که دیگه خارجی نیست اینجا، تو با خارجی جنگ نداری، با کی جنگ داری؟ رهبری کننده اصلی آقای عبدالله است، جمع من یک تیم کلان دیگه که ساخته میشه از رهبرا. خب این تیم تنها کسایی هستن که خبر را به اصطلاح میبرن و میارن، دست از این نیستن تصمیم بگیرن. ای طور خو امیال خو ما دایی باور نیستیم که صلح بیاید از طریق امی یک تعداد کسایی که اینا به نام مصالحه ملی آوردن، آلی در غم مصالحه ملی نیستن، در غم صلح نیستن، بلکه در غم دست آورده که برای ملت خود داشته باشه که مرا وزارت بده، مرا سفارت بده، مرا وزارت بده، معاونت بده، دایی فکر است اینا، در فکر صلح نیستن فعلا. همگی ملت افغانستان خوب میفهمه که دایی فکر نیستن. خیلی سپاسگزارم. وقفه کوتاه. خبرونه پاتې برخه ولی سه بوس د ټولو نه مهمه خبر افغانانو ته د ما په خیال داده چې په دې باندې پوسی یو دا چې اوس طالبان سره سوله د جګړې د ختم په معنا ده که نه. د دې تر څنګه باور لري چې طالبان د سیاسي مشارکت ومني؟ یو خو دا ده چې بله لار نه لرو د حل لپاره، ځکه جګړه د حل لاره نه ده، وینه په وینو نه وینځل کېږي، سولی تسر ورسیو او طالبان هم پدی پی د افغانستان خلک هم پدی پی دلته خټول ول ساده د سولی ناری وهی. نو یوازنې لار سوله ده. نو کچیرته طالبان له امریکا سره توافق نامه امضا کوي او توافق ترسی او نن هغه سیاسي بیکګراوند په نړیواله کچه هم خورا ښه سټیج کې ده، نو دلته لازمه ده چې د افغانستان له خلکو سره، له حکومت سره، له نظام سره باید سیاسي حل ته ورسیږي او سیاسي حل ومني، ځکه بله لار شته نه. ځکه دا ولس هم تر قیامته پورې خو دغه حالت نشي زغملی، نه موږ زغملی شو، نه ولس زغملی شي، نه هغه څوک زغملی شي چې طالب تر تاثیر لاندې ولس بې وسه ده. ولې فکر نه کوي د ولس د لاسه هیڅ نه کېږي که د ولس په زړه وایي دا 40 کاله به جګړه نه وه؟ دا واقعیت ده. خو بل دا ده د جګړې هغه اصلي عوامل کمیږي، چې کله هغه کمیږي نو دلته ده چې
د حل لپاره زمينه سازي کیږي او زمينه پیدا کیږي اوس د حل لپاره زمينه پیدا شوی ده جوړه ده طالب هم باید دغه فرصت نه استفاده وکړي د افغانستان حکومت یې وکړي مثلا سرقه استفاده وکړي حکومت مشخص باید خبرو ته سره کینو بن لپغانی خبرو کې قاطع خبري وسی او سیاسي حل ته سره ورسی د افغانستان پر راتلونکي باندې داسې بحث وسی داسې نتیجه ته ورسی چې هر چاته د منلو وړ وي دلته د افغانستان ډیر پخوانی او شلکلن ارزښتونه باید وساتل شي د طالبانو هغه غوښتنې چې هغه مشروع وي او د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره اړخ لګوي دا باید په پام کې ونیول شي تر دې چې په جګړه کې موږ سوځو تر دې چې هر ورځ په جګړه کې وژل کیږو د طالبانو یو تعداد غوښتنې چې هغه معقولې دي او هغه د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره اړخ لګوي دا باید ومنل شي مثلا څه رقم غوښتنې ممکن هغه د خبرو په میز باندې مطرح شي په میز باندې ول دلته داسې ځینې تقاضا کوي کله کله طالبان چې د سړي په زړه کې شک پیدا کوي مثلا د 5000 طالب بندیانو خوشې کول یو پیشرت د بین الافغاني خبرو ته اوس که سوله کېږي را دسته دې ته چې افغانان سره سوله کوي نوره جګړه پای ته رسېږي فکر نه کوئ بیا وروسته له سولې نه څوک هېڅ بندي نه شي ساتلی اوس تاسو وګورئ درې میاشتې کېږي بین الافغاني خبرې تنها یوې خبرې دپاره ځنډېدلي هغه د 5000 طالب بندیانو خوشې کول دي دا طالبان درې میاشتو کې د سوله سوې وي اوس به ټول بندیان دا طالبانو چې که لږ ژور شناخت ولرو طالبانو ته ډېر مسایل حیثیتي دي او ډېر مسایل هغه دي چې هغه په عقیدوي اړخ باندې دوی ته ډېر اهمیت لري طالب چې له تا سره خبره کوي خپلو پلویانو ته خپلو ملګرو ته د خپلو بندیانو و قریبانو ته دا ښیي چې زه له حکومت سره مې دا دونه کلونه جګړه وکړه تا په سره مې جګړه یعنې افغانستان مهمه نه ده نو دلته حیثیت او هغه ته ډېر مسایل حیثیتي دي هغه چې 5000 بندیان خوشي کوي خپلو پلویانو ته ښیي چې ما ته را خوشی کړې او نن دغه د خبرې کوم نن دغه د حل ته نږدې کېږم ډېر مسایل دي چې هغه ظاهره یعنی نه ویل کېږي د دوی لخوا اما په واقعیت کې هغه له دوی سره شته ډېر مسایل دي چې ته باور وکړه اوس که چېرته ډېر مسایل حیثیتي نه وای اوس به ډیری طالبان راغلي وای په افغانستان کې به ویل د نظام د دې نظام برخه به وای خو هلته ډېر داسې مسایل شته چې په دغه لنډ بحث کې زه په هغو باندې بله یعنې زه دا خبرې اوس بحث راټولوو څه باید وسي مونږ او تاسو د افغانانو په صفت څه باید وکړو په لنډ ډول طبعا د سولې لپاره هغه دروازه چې خلاصه ده له دې نه باید داخل شو او بین الافغاني خبرې شروع شي دلته فرصت ورته مساعد شو دلته بستر ورته جوړ شو ډاکټر صاحب عبدالله د سولې لپاره کاملا اراده لري او اوسه د سولې مشري په لاس ورله عملا تر کومه حده چې زما معلومات تر اوسه سلا د مصالحې شورا هم نه ده جوړه سوي نور کارونه هم نه دي سوي هغه تشکیلاتي برخه یي اما د سولې خبرې ښې روانې دي ډېر مسایل نږدې سوي دي د بین الافغاني خبرو لپاره تقریبا تر ډېره حده پورې سره نږدې سوي دي نو زه وایم چې ډاکټر صاحب عبدالله جمع ملګري حکومت لدغه فرصت نه عظیمه استفاده وکي او له طالب سره کیری د افغانستان مشکل د خبرو له لارې حل کی سلامت شوی قیرس خوب فکر میکنین با توجه به ظرفیت که در حکومت است مشخصا رهبران حکومت فکر میکنین ای را داره قسمی که آقای والی برش اشاره کردن که از می فرصت به وجود آمده استفاده عظیم را به خاطر رسیدن به صلح بکنم بسیار خوب از گفتم در قدم اول خوب باید سیاسی افغانستان حکومت افغانستان باید یک صف واحد برای خود پیشتر هم گفتم جور بکنن آدم میتونه رسول برسه ولی چیز دیگه ره که نمونه مثال برای خارجی ها برای امریکایی ها میتونم که باید اینا یک سیاست واضح و روشن در برابر سلح مردم افغانستان داشته باشه شما بینید شما این دو دانه دکتر صاحب اردوش در دل خود سلح کردن همین بنبست سیاسی را اینا را گفت دوتا مویسفید کردن این یقین کنین که فشار خارجی ها بودن که اینا با زودترین وقت با صلح آمدن یعنی جنگ سیاسی جنگ نظامی عدوش یک جنگ بود اما صلح شد اگر هم امریکایی ها در برابر مردم افغانستان واقعا دلسوزی داره خب هم سر حکومت فشار بیاره حکومت خب میگم صلح میخواییم سر طالب ها فشار بیاره این یقین کنید که قسمی که دو دکتر صاحب زود به صلح رسید این یقین کنید که صلح بسیار به زودترین وقت به صلح آشتی میرسه میگه پیش طبیب چی میکنی برو پیش سرگذشت من 24 سال دیدم که طالب از افغانستان گم شد
ما خود ما بودیم در ایسو اولا که شان می جنگیدیم اما در 24 سال تمام میدانای اوی را دستش گرفتن اما کل شهرها را گرفتن اگر واضح سیاست روشن امریکا در افغانستان داشته باشید یقین کنین که در بسیار بزودترین وقت یک فشار بیاره این یقین کن خود طالبان میاد دستور سلاح خودم میمانم میگه ما سلاح قبول داریم بیاد چرا رقم سلاح بکنیم خب درستی این بخشی که خارجی ها فشار وارد بکنه بله. خود افغان ها چی بکنه؟ ما شما خود افغانستان حکومت باید همه سیاسین افغانستان ها در خود جمع کنن گوش کنن که وکیلای مردم چی میگه در قدم اول او وزیرها را معرفی کنن در پارلمان وزیرها در وزارتخانه خود بشینن او زمان ما میتونیم که خواستای مردم افغانستان را برشان پیشنیاد کنیم جلسه گرفته شوه او قاید ما میتونیم که زود دستول برسیم اگر وضعیت دمه رقم باشه یقین کنیم خب ما دستول نمیرسیم همین بداشتگی خودم شاید روز برو بعدش بتیم خیلی سپاسگزار خب یک چیزی را که رئیس صاحبم برو اشاره کرد از طرف والی صاحبم اشاره شد که اگر خارجی ها بخواه صلح میشه در افغانستان چرا ما باید منتظر فشار بیرونی ها باشیم که بالای یک افغان فشار وارد شود تا بیا صلح بکنه در کشورش بالای یک افغان فشار وارد شود تا اختلاف سیاسی از بین بره و حداقل افغانستان هم می خارجی ها بسازه خود ما چی بکنیم چرا ما منتظر اونا باشیم ما خو افغان ها گرایش داریم گرایش های سیاسی داریم یک تعداد افغان های ما وابستگی فوق‌العاده دارن بله. از طرف جامعه جهانی و خارجی ها و از ابرقدرت های دنیا اینا تمویل میشن پیشتر هم گفتم که از نگاه مالی و معنویش اونموس که ما را میجنگانه مدت 40 سال است که ما را میکشه بستر یک دیگر خود ما اونا فوق‌العاده حکومت میکنن ترام ببینین یک صدایی را گفت که صدا کرد گفت که ما امروز ضرورت به سرباز کشته شدن سرباز خود نداره مال دیگه سرباز داریم در افغانستان یعنی می سربازایش است که امروز در مقابل ملت افغانستان در مقابل قوی مسلح افغانستان می جنگن او بسیار دقیق گفت و گپ خود ما تا هوشیار نشدیم وقتی که معصوم ستانگزده از قطر یک اعلامیه پخش کرد گفت که ما دیگه جنگ ما گفت با امریکایی‌ها خلاص است دیگه اینمی آگاهی بود برای ملت افغانستان که پس خودشان وابستگیشان نشان دادن گرایششان رو نشان دادن پس ما چطور میتونیم که ما یکی شویم وقتی که یک کسی را که مست میته یک کسی با دستر از در قسمت از او کارم میگیر از او یعنی ما در مدت 40 41 سال در می آتش جنگ سوختیم یعنی بیگانه ها بودن این مزد بگیرها باعث شده که بسوزیم چی کنیم خلاص شویم از دستی مزد بگیرها دقیقاً مزد بگیری ها ما باعث جنگ ما شده صورت گرفته جنگ ما ده. امروز عملاً ببینیم ما از ولایت سرپل هستم ما بیخی دقیق براتون میگم که حتی خانه به خانه خارجیایی که در ولسوالی کوهستان ما هستن ما یې میگم در پلانی قریه یکقدر خانه هستن در پلانی قریه یکقدر خانه هستن حتی ما با خارجی هم تماس گرفتیم که یعنی میجا یکقدر چچنی هاست یکقدر ازبکستانی هاست حتی با وزارت دفاع حرفا گفتم کسا شنوانده نیست برادرم به اینکه ما امیر گفتنی هستیم که ما تقاضا داریم از جناب رئیس جمهور ما جناب دکتر صاحب عبدالله امروز با تفاهم سیاسی رسیدین بیان یک تفاهم دیگه بکنین که همگی آرزوی صلح دارن این یک پدیده گم شده ملت افغانستان است این را کوشش بکنیم که پیدا بکنیم از کدام شیوه میتونیم این را پیدا بکنیم تشکر سپاسگزارم از حضورتان در برنامه امشب به سوی سال از شما هم تشکر که بحث ما را دنبال کردین تا بعد خدا نگهدار